کتابخانه صوتی فارسی زبانان است که هر کس را میبینم نصیحت میکنم و به اتحاد و اتفاق دعوت مینمایم و هر طرف بخواهند از دیگری بدگویی نمایند او را ملامت مینمایم و البته روحاً با دسته اول موافق ترم تا دسته دوم که آزادی خواه حقیقی در میانشان بسیار کم است و اگر کم و بیشی هم باشند خواه و ناخواه آلت دست مستبدینند. روزی دو پس از ورود من سپهدار اعظم و سردار اسعد به ملاقات من می آیند. در مجلس به آنها می گویم من عکس های شما را در امارت های عالی دنیا دیدم و مدال های شما را بر سینه های محترمی آویخته مشاهده کردم. شرف و افتخار آن عکس ها و آن مدال ها متعلق است به تمام ملت. شما بزرگواران حق ندارید کاری بکنید که به شرف و افتخار آن عکس ها و مدال ها بر بخورد و در همان مجلس از آنها وقت می خواهم تا در خلوت ملاقات کرده عقاید خود را درباره کارهای اساسی وطن و در حق خود آنها آشکارا بگویم. وقت می دهند. در خانه سپهدار اعظم هر دو سردار محترم را ملاقات کرده نگارنده در وسط آنها نشسته دست هر یک از آنها را در دست گرفته می گویم این مجلس ما یکی از مجالسی است که در تاریخ ایران ثبت خواهد شد، تاریخی که از شائبه غرض و مرض مبرا بوده باشد و رفتار هر کس را چنان که نموده وانمود کند. شما هر دو مرا خوب می شناسید که 30 سال است در مقصود مقدسی به راستی قدم زده ام و غیر از استقلال این مملکت و ترقی و تعالی آن مقصدی نداشته ام. هرچه خواسته ام راجع به سعادت ملت بوده است. شما دو نفر هم امروز در خدمت به مقصد دیرینه من حق عظیم دارید. تذکر مصحح. این عبارت در کتاب این چنین نوشته شده است: شما دو نفز گربد هم امروز در خدمت به مقصد دیرینه من حق عظیم دارید. ادای حق شما بر هر وطن پرست خیرخواه لازم است. چنان که در مجلس سابق گفتم من عکس های شما را در مجالس بزرگ دنیا دیدم و دوست می دارم این شرف و این افتخار برای شما نه بلکه برای ملت باقی بماند. از این سبب با زبان بی‌غرضی می گویم شما برای حفظ شرافت خود چه نقشه کشیده اید؟ شما نباید کار و شغل قبول کرده باشید. حالا دیگر گذشته است و من سخت می ترسم این شغل و کار نگذارد آن شرف و افتخار برای شما باقی بماند. می خواهم بدانم خودتان چه فکری کرده اید؟ در صفحه 122 تصویری از سپهدار اعظم نشان داده شده است. در وقتی که من این حرف ها را با حرارت با آنها می گویم سردار اسعد سر تا پا گوش است و می شنود، ولی سپهدار اعظم به عادت وزرای قدیم در میان حرف زدن من گاهی کاغذخوانی می کند و خود را مشغول می دارد. نگارنده از این رفتار او کسل شده کاغذی را که در دست دارد گرفته روی میز میگذارم و میگویم حالا وقت کاغذخوانی نیست، حرف مرا بشنوید. سپهدار اعظم از رفتار من که مخالف معمول و برخلاف انتظار اوست به خود آمده برای شنیدن حاضر میشود. نگارنده نصایح خود را به آخر میرساند و میگوید سخن من تمام شد. تصور کنید که این سوال و جواب را در یک کتاب تاریخ میخوانید. اکنون آن جواب را که شما دوست می داشتید از طرف خود در کتاب بخوانید به من بدهید. سردار اسعد می گوید بلی ما ملتفت بودیم که قبول وزارت کردن شایسته نیست، ولی ترتیب طوری پیش آمد که چاره نبود و اگر شما هم حاضر بودید تصدیق می کردید که ما قبول وزارت کنیم. حالا هم مصمم استعفا دادن هستیم و پس از استعفا با یک قوه‌ای که در تحت اختیار ما باشد تا چندی نظارت به صحت اعمال دولتی می‌کنیم تا کارها در مجاری قانونی خود بیفتد. سپهدار اعظم چون حال طفولیت دارد و زود از حالی به حال دیگر منقلب می‌گردد می‌گوید چه ضرر دارد الان استعفا بدهیم؟
سردار اسعد جواب می‌دهد: حالا موقع استعفا نیست، بلکه موقعش روز افتتاح مجلس است. نگارنده هم او را تحسین کرده می‌گویم: رأی همین است. و با خوشحالی روانه می‌شوم و در ختم جلسه دو سردار فاتح را توصیه می‌نمایم که با هم اتفاق داشته باشید و از کمتر اختلاف نظر اجتناب نمایید تا سعادتمند باشید. از این تاریخ تا افتتاح مجلس شورای ملی، مجلسی مرکب از وکلای انتخاب شده موقتاً دایر است و به اتفاق وزرا کار می‌کنند. کارشان هم تا یک اندازه پیشرفت دارد. فقط چیزی که موجب نگرانی است، ضدیت تقی‌زاده و رفقایش با سپهدار و تابعینش می‌باشد. و این نکته را هم نگفته نباید گذارد که میانه این دو سردار باطناً صفائی نیست. در این صورت مخالفین سپهدار از بی‌صفایی باطنی سردار اسعد با او استفاده کرده، خود را به سردار اسعد نزدیک و به آتش اختلاف کلمه باطنی آنها با یکدیگر برای پیشرفت کار خود دامن می‌زنند. مردم بی‌خبر تصور می‌کنند این کشمکش عارضی است و به زودی رفع خواهد شد، ولی من چون بر سابقه احوال مستحضر هستم می‌دانم این قائله رفع شدنی نیست تا یک طرف دیگر را مزمحل نماید. و چون سپهدار مرد ساده لوحی است، البته نمی‌تواند در این بازی خود را محفوظ نگاه دارد. فقط امیدواری که هست این است که مجلس زودتر دایر شود و او استعفا بدهد، بلکه محفوظ بماند. دیگر از مطالب مهم حکایت مجاهدین است که جمعی کثیر از مردم بی سر و پای تهران و خارج لباس مجاهدی در بر کرده، هر یک عده از آنها خود را به یک نفر از رؤسای مشروطه خواه بسته هر کار می‌خواهند می‌کنند. و مردم از شر مجاهدین دروغی در امان نیستند و چون دو دسته شده اند اغلب با هم منازعه دارند. اوضاع و احوال مجاهدین را که می‌بینم یادم می‌آید ملا عبدالرحیم طالبوف در تمرخان شوره در ضمن مذاکراتش می‌گفت: از قشون روس که به ناحق در مملکت شما اقامت کرده نگران نباشید، زیرا که او خواهد رفت، ولی از آنها که رفتن روزها را بیرون کنند نگران باشید. چه اشخاص معلوم الحال قفقازی در سلک مجاهدین به ایران رفته، اغلب اشخاص سرور و تبعی روس هستند. به هیچ وسیله آنها را نمیتوان راضی کرده مراجعت داد و به هیچ عنوان نمیشود آنها را در تحت انتظام درآورد. خلاصه ارباب حل و عقد زحمت بسیار می‌کشند تا هر کدام از مجاهدین را بتوانند مخارجی داده روانه کنند و هر کدام را بتوانند در سلک نظام دولتی درآورند. بالاخره قریب 900 نفر مجاهد موجود است که 300 نفر آنها تحت ریاست حیدرخان عموغلی که منصوب به فرقه انقلابی است و 600 نفر تحت ریاست معز السلطان سردار محیی به کار خود مشغولند و هر دست مواجب گزاف از دولت می‌گیرند و باز ناراضی هستند تا عاقبت کار آنها به کجا انجامد. در اواخر شوال 1327 ناصرالملک از اروپا مراجعت می‌کند و هر چه سعی می‌کنند او را داخل مشاغل دولتی نمایند نمی‌پذیرد، ولی غیر رسمی در مجالس وزرا حاضر شده در کارها رأی می‌دهد و معاونت می‌کند. و هم در ماه شوال فتنه رحیم خان چلیپاندو و حادثه جانگوداز اردبیل اتفاق می افتد. شرح واقع این که چون روزها می بینند کارهای ایران دارد رو به جریان طبیعی می رود و آنها بر حسب وعده‌ای که به انگلیس ها داده اند مجبورند قشون خود را از ایران بیرون ببرند، در صورتی که نمی خواهند به این کار اقدام نمایند، این است که رحیم خان معروف را وامی دارند برود اردبیل را غارت نماید. و چیزی که آنها را بیشتر به این خیال می اندازد این است که مخبر السلطنه والی آذربایجان ستارخان سردار ملی را حکومت اردبیل داده و این کار در صورتی که روسها به حکومت خود مخبر السلطنه در تبریز راضی نبوده اند و هم اصرار داشته اند ستارخان در آذربایجان نماند، البته برخلاف میل آنهاست. و چون رحیم خان کاملا با ستارخان مخالف است و از او شکست خورده، این است که او را به غارت اردبیل وامی دارند که هم ضرب دستی به ستارخان نشان داده و هم صدمه‌ای به مخبر السلطنه زده باشند.
در سرحد هم انقلابی شده باشد که به این بهانه از برگردانیدن قشون خود اجالتاً معذور باشند. رحیم خان به مساعدت صاحب منصبان روسی حمله به اردبیل می آورد. ستارخان استعداد برای دفع او ندارد. فقط کاری که می کند جان خود را از ورطه هلاکت نجات داده از آنجا حرکت می کند. غارتگران بیرحم با کینه دیرینه که دارند به شهر اردبیل ریخته خانه ها را آتش می زنند. نفوس محترم را می کشند که شرح آن واقعه جانگداز در تواریخ آذربایجان مستور است. از طرف دولت قشونی به سرداری معز السلطان سردار محی از تهران فرستاده می شود. از تبریز هم قشونی می فرستند. ولی روس ها فرصت نداده چند دسته قشون خود را به اردبیل وارد کرده شهر را در حیطه تصرف خود در می آورند و عنوان می نمایند که ما شهر را محافظت می نماییم تا حاکم آنجا از طرف دولت ایران برسد و پس از تصرف اردبیل رحیم خان را اجازه می دهند به اهر برگردد و غنیمت ها را که برده به محل خود برساند. معز السلطان از راه آستارا اردوی خود را تا نزدیکی اردبیل می برد ولی مجاهدینی که همراه او هستند خوشرفتاری با مردم نکرده اسباب خرج زیاد فراهم می آورد. دولتیان صلاح می بینند معز السلطان را احضار کنند و اردوی دیگری از تهران از راه زنجان به آذربایجان بفرستند و مسئله کشمکش باطنی سپهدار و سردار اسعد و یا تندروان مجلس با سپهدار در این تغییر اردو دخالت دارد، چون که سردار محی و مجاهدین او چنان که گفته شد به سپهدار بستگی دارند و سردار اسعد و تندروان راضی نیستند او مأمور این کار باشد. بدرفتاری مجاهدینش را عنوان کرده مأموریت او را برخلاف میل سپهدار برهم زده، اردوی از طرفداران خود انتخاب کرده گسیل می دارند و سردار محی را احضار می کنند. سردار محی از این حرکت دولتیان سخت رنجیده خاطر شده، خواسته که با بختیاری ها دشمنی کامل حاصل کرده، این است که اول مخالفت می کند و بالاخره به تهران آمده به اسباب چینی کردن بر ضد سردار اسعد می پردازد. اینجاست که دیده می شود سردار اسعد یکی به واسطه مخالفت سردار محی با او و دیگر به ملاحظه اینکه انقلابیون با سولت الدوله اسماعیل خان رئیس ایل قشقایی که طرفیت با وی دارد الفت حاصل نکنند، خود را مجبور دیده است در باطن با انقلابیون بسازد و این اول قدم مخالفت جدی سردار اسعد است با سپهدار اعظم و از این مخالفت مفاسد بسیار طلوع می نماید که بعد از نگارش شرح افتتاح مجلس و حوادث زنجان و آذربایجان به بعضی از آن مفاسد اشاره خواهیم کرد. افتتاح مجلس دوم در قره ذی‌القعده 1327 مقرر می شود. یک روز قبل از افتتاح مجلس آقا سید عبدالله بهبهانی که پس از توقیف طولانی از طرف محمد علی شاه در حوالی کرمانشاهان به نجف رفته بود وارد تهران می شود با یک عالم آرزو، زیرا تصور می کند وقتی که صدمه گرفتاری در موقع بمباردمان مجلس را نکشیده محبوس و تبعید نشده بود دارای قدرت بود و همه گونه فایده می برد، حالا در راه ملت این صدمات بر او رسیده است و اشخاصی که روی کار آمده اند همه زیر دست او بوده اند. البته او ریاست مطلق خواهد داشت و زمام امور مملکت به حقیقت در دست او خواهد بود، غافل از اینکه آن اسباب که برای تشخصات اولیه او فراهم بود امروز هیچ یک موجود نیست، بلکه اسباب ضد آن فراهم است. به علاوه اگر او صدمه خورده و تبعید شده است، جمعی از آزادی خواهان حقیقی در این راه جان داده اند و آنها که زنده مانده اند، چه تبعید شدگان و چه غیر آنها، کمتر از او صدمه نخورده اند و دیگر تعقیب سیاست سابق بی اثر خواهد بود. خلاصه برای تشریفات ورود او به تهران از طرف بستگان او اسباب چینی زیاد می شود. دولت هم همراهی می کند و با کمال احترام وارد می گردد. طرف عصر همین روز با یکی از دوستان از استقبال آقا سید عبدالله بر می گردم. رفیق راه من اظهار می کند خوب است برویم به مجلس ببینیم تهیه فردا را، یعنی روز افتتاح.
چگونه دیدند. می رویم. وزرا و وکلا همه حاضرند و در اتاق بزرگ مجلس گردش می نمایند. عبدالحسین خان فرمان فرما از من گله می کند که چرا به منزل من نمی آیید. می گویم از مراوده با شما اندیشه دارم. می گوید هنوز هم ما را مستبد می دانید؟ می گویم بلی، ولی ممکن است به دستور مختصری که به شما بدهم رفتار کنید، فردا با یک عالم افتخار به دیدن شما بیایم. می گوید بگویید رفتار می کنم. می گویم فردا صبح که از خانه بیرون آمدید، ورقه‌ای بنویسید به دیوار باغ بزرگ خود نصب کنید به مضمون زید. این باغ چند هزار زرعی برای من زیاد است. فلان قدرش مرا کافی است. باقی را میان فقرایی که خانه ندارند تقسیم خواهم کرد. میگوید من هرگز این کار را نمی کنم، مگر همه بزرگان مملکت اقدام به چنین کاری بنمایند. در این صحبت هستیم، پیش خدمت وارد شده میگوید سپهدار اعظم و سردار اسعد در اتاق رئیس مجلس شما را می طلبند. می روم. سپهدار اعظم ورقی از بغل خود درآورده به من می دهد. صورت استعفای خود را نوشته می گوید ملاحظه کنید چطور است. می خوانم و می گویم خوب نیست، بهتر از این می شود نوشت. می گوید پس شما مسوده کنید و نزد من بفرستید. تقبل می کنم و خوشحال می شوم که این دو نفر استعفا می دهند بیان که لکه‌ای به دامان آنها برسد و از قوت نام نیکانها با نظارتی که در کارها می کنند استفاده خواهیم کرد و به واسطه ی توهیناتی که متصور است بر آنها در ضمن وزارت واقع شود، اسباب افتضاحی برای ما در خارج فراهم نخواهد شد. در این حال سپهدار به نگارنده می گوید این استعفای ما، ولی ناصرالملک تصدیق ندارد ما استعفا بدهیم و اصرار دارد بر سر کار باشیم. میگویم این اصرار برای این است که مبادا اگر شما خارج شدید او را مجبور به قبول ریاست وزرا بنمایند و دچار مشکلات بشود. این است که میخواهد شما در کار خود باقی بمانید. میگوید خوب است شما و سردار اسعد بروید او را ملاقات کنید و صحبت بدارید، بلکه راضی شود ما استعفا بدهیم. نگارنده به اتفاق سردار اسعد به منزل ناصرالملک می روم و هر چه صحبت می شود بی نتیجه می ماند. بالاخره می گوید اگر این دو نفر استعفا بدهند من هم به اروپا برخواهم گشت. سخن به اینجا که رسید نگارنده برخواسته می گویم دیگر جای حرف نیست، ولی بدانید کلمه آخری جزو ادله شمرده نمی شود. به هر حال قرار می دهند که آنها استعفا بدهند، ولی مجلس قبول نکند. لحاظا نگارنده صورت استعفا را نوشته برای سپهدار اعظم می فرستم، به صورتی که در دفاتر مجلس شورای ملی ثبت است. روز قره ذوالقعده 1327، سلطان احمد شاه و محمد حسن میرزا ولیعهد او با علی رضا خان عضدالملک نایب السلطنه به مجلس آمده، مجلس را با حضور نمایندگان و سفرای دول اجنبی و هیئت روحانیون و شاهزادگان و بزرگان افتتاح می نمایند. در این مجلس به گوش آقا سید عبدالله گفته می شود مبادا شما حرفی بزنید که هیچ صلاح نیست و خارج از دستور است. چه احتمال می دادند سید برای خودنمایی اگرچه به عنوان دعا کردن باشد صحبتی بدارد، و این اول سخنی است که برخلاف آمال و انتظار آقا سید عبدالله بعد از ورود به تهران به گوش او رسیده، پی می برد که وضع سابق در کار نیست. بعد از افتتاح مجلس میرزا صادق خان مستشار الدوله به ریاست انتخاب می شود و مجلس مشغول نوشتن نظامنامه داخلی خود می گردد. پس از ورود آقا سید عبدالله به چند روز فاصله، روزی از او وقت خواسته در خلوت ملاقات کرده می گویم آیا خیال دارید مثل سابق خود را آلوده کنید به کارهای سیاسی؟ اگر این خیال را داشته باشید به نظر من خطاست، زیرا اوضاع امروز غیر از سابق است. امروز چنان که مسند نیابت سلطنت برای عضدالملک رقیب ندارد، مسند ریاست شرعی هم برای شما رقیب ندارد.
شایسته است شما بدون هیچ گونه دخالت در امور سیاسی اداره شرعیات را منظم نمایید و شرع را از عرف جدا کنید، به موجب قانون اساسی که میگوید شرع در شرعیات و عرف در عرفیات. میگوید و چه خوب میتوانم این کار را سکه بدهم. قدری از اوضاع خارج مخصوصا استانبول و مقام شیخ الاسلام و ترتیب باب المشیخه برای او میگویم و ترغیب بسیار میکنم و در آخر صحبت میخواهد اظهار مناعتی کرده باشد. میگوید عمر من گذشته است و به هر مقام که باید برسم رسیده ام. سخن او به اینجا که میرسد دستش را گرفته میگویم آقا اشتباه کرده اید، هنوز به آنجا که باید برسید نرسیده اید. ولی اگر آن کار را که گفتید خوب میتوانم سکه کنم سکه کردید و در عرفیات دخالت ننمودید، آن وقت به مقامی که باید برسید خواهید رسید و الا دچار محظورات شدید خواهید شد. من تکلیف خود را می دانستم بیایم این مذاکرات خیرخواهانه را با شما بنمایم و هم پیغام اجتماعیون عامیون بادکوبه را به او می رسانم که نه پای خود را از گلیم خیش بیشتر دراز کن و نه بگذار کسی پا به گلیم تو بگذارد. پس از این مذاکرات تصور می‌کنم تغییر حالی برای او حاصل شود و اثری بر مذاکرات من مترتب گردد، ولی افسوس که هیچ اثر نکرده در زیر پرده نازکی به توسط اولاد خود و میرزا محسن دامادش مشغول می‌شود به مداخله نمودن در هر کار و جمع کردن عوام و دستورالعمل دادن به آنها برای اقداماتی که به واسطه آن اقدامات عوامانه اولیای دولت و وکلای ملت حاجت خود را به وجود او بدانند و او را مانند سابق مشیر و مشار کل قرار دهند و به فوایدی که در نظر دارد برسد و بزرگتر اسبابی که تحصیل کرده حصول رابطه است که با بعضی روحانیان نجف که قریب الافق با او بست و بند نموده که در کارهای دولت و ملت توحید مساعی نموده به یکدیگر فایده برسانند. اما این اسباب بعد از کشته شدن شیخ فضل الله در نظر تجددخواهان اهمیت ندارد و اقتضای زمان مساعدت با این خیالات نمی کند. بالجمله کدورتی که میان سردار محیی و سردار اسعد حاصل شده، سردار محیی را به فرقه اعتدالیون نزدیک می کند. آنها هم نظر به ضعفی که در برابر اقدامات جسورانه انقلابیون دارند، وجود او را که دارای یک عده مجاهد است مغتنم شمرده، خود را به وجود او و سردار منصور گیلانی که همه گونه استعداد مادی و معنوی در تهران و گیلان دارد قوت می دهند. آقا سید عبدالله هم که طبعا از بختیاری ها و انقلابیون آزرده خاطر است، به طرف اعتدالیون متمایل شده، دسته بزرگی مرکب از سپهدار اعظم، سردار محی و جمعی از رجال و امرای درجه دوم که همراه به این جمع هستند و آقا سید عبدالله و بستگان او و جمعی از بازاریان فرقه اعتدال را تشکیل می دهند و تمام اوقات خود را صرف برهم زدن حوزه انقلابیون که سردار اسعد هم حامی آنها شناخته می شود می نمایند، هر یک به جهتی و از روی مقصدی. و چون دسته اعتدالی مرکب از روحانی و غیره جز به راه مذهب از وجود روحانیان نمی توانند استفاده بکنند، این است که تمام این هیئت از امیر و وزیر و وکیل و رئیس و مرؤوس و روحانی و هر که هست غمخوار اسلام و اسلامیت شده، در مقابل تحورات انقلابیون شمشیر دیانت را بزرگتر حربه قرار می دهند. انقلابیون هم شروع به عملیات کرده، حسن خان امین الملک را که سابقاً از کارکنان محمد علی میرزا بود و در اسباب چینی و فتن انگیزی کم نظیر است و اخیراً در زمره کارکنان سپهدار اعظم محسوب می شود و بر ضد انقلابیون روز و شب کار می کند، شبانه در خانهش می کشند. اگرچه کشته شدن ناگهانی امین الملک قدری موجب وحشت اعتدالیون می گردد، ولی حرارت آنها را هم زیاد کرده بیشتر در مقام معارضه برمی آیند و می کشند بلکه صدمه‌ای به انقلابیون بزنند.
و هم در این احوال موقر السلطنه پسر ناظم السلطنه که از جوانان وقیح متحور و از حواریون محمد علی میرزا شاه مخلوع و از تبعید شدگان می باشد به لباس مبدل از سرحد ایران وارد می شود تا برای محمد علی میرزا کار روایی کند، چه ارتجاعیون از تشتت احوال ملیون به طمع افتاده اند بلکه گم کرده های خود را پیدا نمایند. این است که روابط آنها در داخل مملکت با تبعید شدگانشان رو به شدت نهاده انجمنهای سری تشکیل می دهند. روزها هم آنها را از هر جهت مساعدت می نمایند. آمدن موقر السلطنه با این جرأت به تهران از راه استراباد هم یکی از همین اسباب ارتجاعی است. پس از ورود به تهران می بیند شاید گرفتار شود، به خانه سپهدار پناه می برد و تصور نمی کند کسی در خانه سپهدار به او تعرض نماید، ولی انقلابیون اعتنا نکرده سپهدار را از حمایت او تهدید می کنند و او را به نظمیه جلب کرده پس از دو سه مجلس استنطاق بر سر دار اعدام به آرزوهای دور و درازش خاتمه داده می شود. کشته شدن موقر السلطنه دیگ طمع ارتجاعیون را از جوش انداخته کی به جای خود می نشینند. صفحه 131، فصل 15، دولت و مجلس و اختلافات. در این احوال به واسطه مخالفت دو نفر از وزرا یعنی مرتضی قلی خان سنی الدوله وزیر علوم و حسن خان وسوق الدوله وزیر مالیه که متمایل به انقلابیون هستند، با سپهدار و سایر وزرا و اتفاق نمودن آن دو نفر با سردار اسعد در باطن به ضمیمه یک سیاست خارجی که پادرمیانی می کند، هیئت دولت دائما متزلزل و دچار بحران است و سیاست خارجی این است که انقلابیون به دست سنی الدوله و وسوق الدوله و با موافقت باطنی سردار اسعد به خیال افتاده اند بی اطلاع روس و انگلیس از دولت دیگری استقرازی بنمایند. در این احوال نماینده‌ای هم از آلمان به تهران می آید. دو وزیر مزبور با او ملاقات می کنند و شاید در این مبحث صحبتی به میان می آورند. این تمایل که منافی با مقصد اصلی معاهده 1907 روس و انگلیس است، در دو سفارت مزبور اضطراب انداخته به وزارت خارجه تعرض می کنند و سپهدار و وزرای همسلیقه او را بر ضد سنی الدوله و وسوق الدوله تحریک می نمایند، به حدی که کشمکش ما بین سپهدار، رئیس الوزراء و رفقایش با آن دو وزیر و کشمکش باطنی سپهدار با سردار اسعد آشکار شده کابینه را دچار بحران می نماید. مقصد یک طرف این است که دو وزیر متمایل به آلمان را از کابینه خارج کنند و مقصد طرف دیگر آنکه سپهدار را از ریاست وزراء انداخته کابینه را برهم زده و کابینه از خود تشکیل بدهند. سردار اسعد هم اگرچه در این خیال همراه و در معرض این است که ریاست کابینه بعد به او برسد، ولی از افکار عمومی اندیشه دارد و نمی خواهد به ضدیت با سپهدار معرفی شود. به خاطر دارم در خلال این احوال روزی سردار اسعد را ملاقات کرده در ضمن صحبت به او می گویم خبر دارید محکوم شده اید؟ می گوید در کجا؟ جواب می دهم در محکمه تاریخ. می گوید به چه مناسبت؟ جواب می دهم به مناسبت این که در باطن با انقلابیون الفت کردید و با سپهدار و دسته او ظاهر سازی نمودید و مفاسدی که امروز دیده می شود در اثر این رفتار است. سردار اسعد از سخن من متأثر شده اظهار تحاشی می کند، ولی مسلم است تاریخ بی غرض هر چیز را در جای خود ثبت می نماید. بالجمله اگر بخواهم مفاسدی که به واسطه این اختلاف‌های مرکز در تمام مملکت رخ داده بنویسم، موضوع این کتاب تغییر می‌نماید. همان بهتر که نگارش احوال اسف اشتمال را به تاریخ مفصل ایران واگذاریم. چیزی که در این حال به منزله روشنایی در میان تاریکی هاست، فتوحات زنجان و آذربایجان می‌باشد که مجملی از آن از این قرار است. اردوی از تهران به ریاست جعفر قلی خان، سردار بهادر، خلف سردار اسعد و یفرم خان ارمنی
برای سرکوبی متمردین شاهزوان حرکت کرد و در باطن دستور داشتند متمردین زنجان را که رئیس آنها ملا قربان علی مجتهد معروف آنجاست نیز تنبیه نمایند، زیرا که در موقع فتح تهران جوانی 22 ساله مدعو به عظیم‌زاده از مجاهدین با مسلک با چند نفر از مجاهدین مأمور می شود زنجان را در تحت قدرت حکومت جدید نگهداری کند. آن جوان به زنجان رفت. ارتجاعیون زنجان با او طرف شده، او هم قوه‌ای نداشته که بتواند مقاومت کند. ملا قربان علی به مباح بودن خون او و همراهانش فتوا می دهد. اراذل و اوباش به خانه عظیم‌زاده ریخته، او و همراهانش را به انواع بیرحمی قطعه قطعه می کنند و زنجان را به حال هرج و مرج شدید می اندازند تا اردوی تهران می رسد. میان اردو و ارتجاعیون زنجان جنگ شده، جمعی کشته می شوند و بالاخره ملا قربان علی گرفتار و به عراق عرب تبعید می شود. اردوی منصور از زنجان روانه آذربایجان شده به جانب اهر می رود. استعدادی هم از آذربایجان به او ملحق شده در زمستان سخت و برف شدید جنگ های متوالی می کنند و عرصه را بر متمردین تنگ کرده رحیم خان چلیپاندو و بستگانش به خاک روسیه فرار می کنند و مأمورین روس که خود محرک فتنه اردبیل هستند آنها را پناه می دهند. اردوی دولتی پس از فتح نمایان و دستگیر نمودن امیر اشایر و قوانین متمرد آن صفحه و انتظام اردبیل، قوانین اسیر شده را با خود به تهران آورده آنها را محبوس می نمایند. فتوحات این اردو نه تنها در داخلی مملکت تأثیر بزرگ می کند، بلکه در ممالک خارجه از دولت جدید آثار قدرتی به ظهور می رساند. افسوس که کشمکش دستجات مختلف در تهران نمی گذارد آنطور که ملت باید از این فتوحات استفاده نماید نموده باشد. دو دست مجاهد، یکی گارد فاتح از طرف انقلابیون، دیگر گارد محیی از طرف سردار محیی و اعتدالیون، دائما با هم ضدیت می نمایند و اسباب اقتشاش فراهم می کنند. مفسدین داخلی و محرکین خارجی هم در کار فتنه و فسادند و به آتش اختلاف دامن می زنند. در یکی از بحران‌های کابینه، سپهدار و سردار اسعد شغل خود را تبدیل می کنند. سپهدار وزیر داخله، سردار اسعد وزیر جنگ می شود. در این حال رؤسای عشایر جنوب به وزارت سردار اسعد حسد می برند، مخصوصاً ایل قشقایی که رقیب بزرگ بختیاری هاست، زیر بار ریاست بختیاری نمی رود و موجب اقتشاش عظیم می گردد. نایب حسین کاشی در کاشان به فتنه انگیزی و غارتگری پرداخته، در کرمانشاهان و لرستان اقتشاش برپا می شود. در مازندران به تحریک مستبدین تهران آثار فتنه ظاهر می گردد. در اغلب نقاط شمال به تحریک روس و روس مآبان مفسده ظاهر می شود. اما مطبوعات فرقه انقلابیون روزنامه ایران نو را ارگان خود قرار داده، فرقه اتفاق و ترقی که خارج از اعتدال و انقلاب به مظاهرت فرقه اتحاد و ترقی ارامنه تشکیل شده، روزنامه استقلال ایران را ارگان می کند. اعتدالیون هم روزنامه به نام وقت تأسیس می نمایند و این سه روزنامه دائما با هم مجادله قلمی دارند. در این ایام ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی را از تبریز به تهران می طلبند. خبر حرکت آنها که به تهرانیان می رسد عموماً مهیای استقبال و پذیرایی می گردند. مکرر رؤسای انقلابیون مخصوصاً آذربایجانی ها که تصور می کنند آنها در تهران آلت دست مخالفین ایشان خواهند شد، از این جهت می خواهند آنها به عنوان زیارت چندی به عراق عرب بروند، ولی سردار و سالار به تهران می آیند. چون اوضاع تهران با وفور اغراض خصوصی که هست مشاهده می شود، نگارنده شرحی به یکی از دوستان در قزوین نوشته دستور می دهد در موقع خلوت مکتوب مرا برای ایشان بخواند. در آن مکتوب می نویسم: حضرت سردار و حضرت سالار محترم،
نگارنده مدال های شما را زیب بر و دوش اشخاص بزرگ مشاهده کرده ام. این شرف و افتخار که شما تحصیل کرده اید متعلق است به تمام ملت و حفظش فریضه ذمه شماست. اکنون وارد می شوید به شهری که پر است از انقلاب و غرض های شخصی. می ترسم نگذارند شما به تکلیفات خود رفتار کنید و به واسطه ی لطمه ای که به شرف و افتخار شما بخورد غباری به دامن ملت برسد. همان بهتر که چون وارد تهران شدید، شاه و نایب السلطنه و مجلس مقدس را زیارت کرده در منزل خود ساکن شوید. نسبت خود را به تمام خلق یکسان بدانید. خود را اختصاص به هیچ فرقه ندهید. مداخله در سیاست حاضر ننمایید. دخیل امور اجرایی نشوید، بلکه در هیچ کار مداخله نکنید تا بتوانید شرف خود را که عین شرف ملت است محفوظ بدارید. مکتوب من در قزوین برای آنها خوانده می شود، ولی اثری نمی بخشد. پس از چند روز با استقبال شایان که در خور پادشاهان زیشان است وارد تهران می شوند. در مجلس اول ملاقات می پرسم مکتوب مرا در قزوین برای شما خواندن یا خیر؟ می گویند بلی. می گویم امیدوارم موفق شوید به آنچه نوشتم رفتار نمایید. و اینکه از آنها میپرسم برای شما خواندند از آن است که آنها بی سوادند. خلاصه چندی با ابهت و جلال فوق‌العاده به دید و بازدید میپردازند. شاهزادگان بزرگ و رجال درجه اول با آنها رفتار چاکرانه مینمایند. وزرا و امرا نهایت تمکین و کوچکی را از آنها میکنند. مدتی میهمان دولت هستند. بعد از آن سردار ملی در پارک میرزا علی اصغرخان اتابک که بهترین پارک های تهران است اقامت می کند و سالار ملی در باغ عشرت آباد منزل می نماید. جمعیت های مختلف هر یک به وسیلهی می خواهند این قوه را آلت پیشرفت مقاصد خود بنمایند. انقلابیون از الفت نمودن با آنها خودداری می کنند و زحمت در این راه را بی نتیجه می دانند، ولی اعتدالیون با آنها جوشش می کنند و بالملازمه میان آنها با سپهدار اعظم و دو سردار گیلانی، سردار منصور و سردار محی گرم می شود و با سردار اسعد و سایر سرداران بختیاری آمیزش نمی نمایند. اعتدالیون حسن موافقت سردار و سالار ملی را با خود فوز عظیم دانسته مشغول دستبندی بر ضد انقلابیون می شوند. و این همان چیزی است که انقلابیون از آن اندیشه داشتند و نمی‌خواستند سردار و سالار به تهران بیایند. اعتدالیون زرقام السلطنه بختیاری را که با سردار اسعد ضدیت دارد تحریک می‌کنند که به حضرت عبدالعظیم رفته ساز مخالفت آغاز نماید. زرقام السلطنه مردی کم عقل و بیچاره است. در این وقت اسباب دست ضد انقلابیون شده دم از غمخواری اسلام میزند، زیرا این دسته چنان که از پیش گفته شد به واسطه اینکه با روحانیون عهد و پیمان دارند و با کسبه عوام اتحاد نموده اند غمخواری اسلام را سلاح دست خود قرار داده اند. یاد دارم به سردار محی عبدالحسین خان گیلانی پیغام دادم میشنوم با آقا سید عبدالله بهبهانی عقد اتحاد بسته اید. شما نمیتوانید او را ببرید به مقامی که دلخواه اوست، ولی او می تواند شما را ببرد به مقامی که دلخواه شما نیست. بالجمله زرقام السلطنه در حضرت عبدالعظیم به عنوان قهر از تهران و تهرانیان چند روز می ماند که از آنجا به ایل بختیاری برود. محرکین او هم اطرافش جمع شده او را جعبه حبس صوت ساخته مقاصد خود را به زبان او می گویند. حاصل آن مقاصد تحقیر انقلابیون و کوتاه کردن دست آنها از کار و بالاخره غالب شدن سپهدار اعظم بر سردار اسعد است در کشمکش که با هم دارند، ولی به اندازه نقشه را کودکانه کشیده اند که فوراً حقیقتش آشکار می شود. این است که زرقام السلطنه را زود به تهران مراجعت می دهند. بعد از آن فرقه‌ای به نام احرار تشکیل می شود و جمعی از تجار و کسبه و متفرقه در آن شرکت می نمایند. انجمن تشکیل داده سردار و سالار ملی رؤسای اعتدالیون و جمعی از ارتجاعیون را به آنجا دعوت نموده
تصور می کنند در این مجلس به زبان سردار و سالار که اکنون قوی ترین زبان هاست مقاصد خود را اظهار خواهند کرد و هیچ کار نکنند. تقی‌زاده و چند نفر از وکلای انقلابی را از مجلس خارج می کنند. انقلابیون از این مجلس اندیشه کرده به هر وسیله‌ای هست میان سردار و سالار اختلاف کلمه می اندازند. از سردار ملی تملق می گویند. از او مهمانی می نمایند. با او خلطه و آمیزش می کنند و نتیجه این می شود که در دعوت انجمن احرار سردار ملی حاضر نمی شود ولی سالار می رود و در انجمن مزبور نطقی کرده طرفیت خود و تمام آن هیئت را با رؤسای انقلابیون که سردار اسعد هم از آنها شمرده می شود ظاهر می کند و می گوید خودم می روم دست چند نفر از وکلای انقلابی را می گیرم از مجلس بیرون می کنم. تشکیل این انجمن و این مذاکره سالار ملی هیاهویی انداخته تقی‌زاده و چند نفر از رفقایش در مجلس شورای ملی متوحش می شوند و به سردار اسعد توسل می جویند و سردار اسعد هم تهیه می بیند که اگر سالار ملی بخواهد متعرض تقی‌زاده و رفقایش بشود به قوه بختیاری از آنها دفاع کند، ولی سالار ملی سخن خود را تعقیب نکرده انجمن احرار هم از عملیات خود غیر از مزید کینه در میان دو فرقه نتیجه نمی گیرد. روحانیون و سپهدار اعظم و اعتدالیون از این کار هم مایوس شده ناچار به علمای نجف متوسل می شوند و چون تصور می کنند تقی‌زاده منشأ فتنه است و اتحاد او با سردار اسعد سبب انقلابات شده می خواهند اسباب تکفیر تقی‌زاده را فراهم کنند و به این وسیله او را از مجلس خارج نمایند و از این راه صدمه‌ای به سردار اسعد بزنند. لذا به هر وسیله هست مقصود خود را انجام داده حکمی از علمای نجف بر ضد تقی‌زاده صادر می نمایند و این کار به دستیاری آقا سید عبدالله بهبهانی و بستگان او انجام می گیرد. سردار اسعد که ملتفت مسئله است کوشش می کند میانه آقا سید عبدالله و تقی‌زاده را اصلاح بدهد، ولی آقا سید عبدالله نپذیرفته به اقبال نمودن تقی‌زاده به او اعتنا نمی کند و خود را غالب و طرف را مغلوب تصور می کند. در این احوال معلوم است نه سپهدار می تواند کابینه داشته باشد، نه سردار اسعد و نه دو وزیر متمایل به او سنی الدوله و وسوق الدوله می گذارند سپهدار رئیس الوزرا باشد. این است در مقابل فتحی که کارکنان آن طرف در تکویر تقی‌زاده تصور می کنند، این طرف هم در صدد برهم زدن کابینه سپهدار برمی آیند و چون کابینه سپهدار در شرف سقوط می باشد، ناصرالملک هم توقف خود را در تهران صلاح ندیده به هر وسیله هست خود را از ایران خارج می نماید و خیال انقلابیون را از طرف خیش آسوده می کند، چه آنها او را متمایل به طرف سپهدار و اعتدالیون تصور می کردند. بالجمله پس از رفتن ناصرالملک دو سه روز بیشتر طول نمی کشد که کابینه سپهدار برهم می خورد و چون سردار اسعد صلاح نمی داند خود رئیس الوزرا باشد، لذا اسباب فراهم می آورد که عضدالملک نایب السلطنه با بیمیلی که دارد مستوفی الممالک را که متمایل به انقلابیون است رئیس الوزرا کند. سردار اسعد کابینه به میل خود تشکیل می دهد بیان که خود در ظاهر قبول وزارت کند. میرزا احمد خان قوام السلطنه را که در ایام وزارت جنگش معاون وی بوده و متمایل به انقلابیون است وزیر جنگ می کند و در واقع او خود وزیر جنگ است بلکه خود رئیس الوزرا است. در بین سقوط کابینه سپهدار و تشکیل کابینه مستوفی الممالک کسانی که به مظفریت آقا سید عبدالله در تکفیر تقی‌زاده رضایت نداشته تصور می کرده اند وجود او برای پیشرفت مقاصد ملی مضر است یا از روی اغراض شخصی هرچه باشد، در اول شبی چند نفر را مسلح به خانه آقا سید عبدالله فرستاده او را با چند گلوله به قتل می رسانند و گرفتار نمی شوند. کشته شدن آقا سید عبدالله هیجان شدیدی در عوام تولید می کند و با اینکه عامه به او وثوقی نداشتند، عنوان کشته شدن او موجب هیجان آنها می گردد.
این است که مردم در مدرسه خانه مروی تهران جمع شده بر ضد انقلابیون فریاد می کنند. دست ارتجاعیون هم البته در این مقام کار می کند. تحریکات خارجی هم در کار است و بالاخره حکمی که بر علیه تقی‌زاده از نجف آمده و پنهان شده بود آشکار گشته. سردار اسعد هم چون گرفتاری رقابتش با سپهدار برطرف شده و به میل خود کابینه تشکیل داده، اخراج تقی‌زاده را مال المصالحه با مردم قرار می دهد. تقی‌زاده اخراج شده به آذربایجان می رود. پس از اخراج تقی‌زاده، سردار اسعد از روحانیون و بازماندگان آقا سید عبدالله هرچه می تواند دلجویی می کند و قائله‌ای که از قتل آقا سید عبدالله برپا شده است آرام می گیرد. کابینه مستوفی الممالک مشغول کار می شود و از مجلس اختیار تام در خلع سلاح مجاهدین می گیرد به بهانه قتل آقا سید عبدالله و قتل امین الملک و اتفاقات دیگر که از آن جمله است قتل ناگهانی میرزا علی محمد خان همشیرزاده تقی‌زاده و میرزا عبدالرزاق خان همدانی که هر دو از جوانان غیور و از انقلابیون بودند، به دست مجاهدین سردار محی به تلافی قتل آقا سید عبدالله که به انقلابیون نسبت داده می شود. کابینه مصطفی الممالک وزیر داخلش عبدالحسین خان فرمان فرما و وزیر خارجش حسین قلی خان نواب، وزیر جنگش قوام السلطنه، وزیر مالیهش سنی الدوله است. به قدرت بختیاری و به قدرت مجاهدین انقلابی و به قدرت گبرم خان که پس از فتوحات آذربایجان مراجعت به تهران نموده ریاست کل نظمیه را دارد، در صدد می شود گارد محی را یعنی قوه مسلح اعتدالیون را محو نماید. این است که از طرف نظمیه اعلان رسمی می شود که مجاهدین باید اسلحه خود را به دولت بفروشند. مسلم است اگر این حکم را درباره عموم مجاهدین یعنی از هر دو طرف نموده بودند بیخونریزی اجرا می شد، ولی چون نظر به یک طرف است و سوار بختیاری که جزء قشون رسمی دولت نیست جزء مأمورین اجرای این حکم محسوب می گردد به عنوان اینکه آنها سوار مطیعند، لذا مجاهدین سردار محی و بستگان سردار و سالار ملی که همه با هم یک دسته شده اند فقط طرف این حکم واقع می شوند و حرفشان این است که اگر باید خلع سلاح شود غیر قشون رسمی دولت هم باید مشمول این حکم باشند و استثناء از روی غرض است. بالجمله در حکم نظمیه وقت معینی را آخر مدت قرار داده اند که اگر تا آن وقت مجاهدین اسلحه خود را ندادند به قوه قهریه از آنها گرفته شود. قبل از صدور این حکم از نظمیه مجلس شورای ملی اقدامی در اصلاح میان سپهدار و سردار اسعد و سردار و سالار ملی می نماید و وامی دارد قسمی با هم بخورند، ولی چون اساس ندارد بی نتیجه می ماند. در ایام مهلت هم از طرف وکلا مکرر اقدامات می شود که پیش از انقضای مدت مجاهدین به طیب خاطر خلع سلاح شوند، ولی سودی نمی دهد. از یک طرف سالار ملی با نوکرهای خود می رود به منزل ستارخان در پارک اتابک و هرچه ممکن است مجاهدین را در آنجا جمع می کنند و تصور نمی کنند به احترام ستارخان کسی به آن محل تجاوز نماید. کسبه و اصناف و روحانیون آنها را اطمینان می دهند. سپهدار با آنها مساعدت می نماید ولی خود داخل نشده، بلکه از شهر تهران هم به امارت ییلاقیش که در زرگنده و در جوار سفارت روس است می رود. از طرفی دولتیان و کابینه جدید و بختیاری ها با حرارت فوق‌العاده تهیه می بینند که اگر موقع مهلت گذشت و تسلیم نشدند آنها را قهرن خلع سلاح کنند. مجاهدین انقلابیون هم اگرچه قسمت مهم آنها مأمور فارس شده رفتند، ولی هرچه در تهران هستند زیر پرده نازکی مهیای کمک نمودن به قوه دولتی می گردند. بدیهی است در این حال چه اضطرابی به مردم روی می دهد. هرچه آخر مدت نزدیک می شود جمعیت مجاهدین در پارک افزوده می گردد. دولتیان از اطراف سنگربندی می کنند. پارکیان هم مهیای جنگ و مدافعه می گردند.
یک روز به آخر مدت مانده، دو سفیر آلمان و عثمانی می روند ستارخان را ملاقات کرده، نصیحت می کنند که مجاهدین اسلحه خود را به دولت بفروشند، ولی سودی نمی بخشد. ستارخان خود شخصا راضی نیست که این جنگ در خانه او بشود، ولی با آنکه مکرر خواستند او را از میان معرکه بیرون آورند، قبول نمی کند و نمی خواهد، چون به خانه او پناه آورده اند، از آنها دوری کند، خصوصا که تصور می کند تهدید باشد و فعلیت پیدا نکند. به هر صورت روز شهر وقت ظهر آخر مدت ضرب العجل دولت است و منقضی می شود. تذکر مصحح. به نظر می رسد بعد از روز، عدد و بعد از شهر نام آن جا افتاده باشد. قشون دولتی و بختیاری ها و مجاهدین انقلابی اطراف پارک را می گیرند. 5 ساعت به غروب مانده جنگ شروع می شود. 3 ساعت از شب گذشته ختم می گردد و جمعی از طرفین کشته می شوند و بالاخره به وسیله گلوله های شربنل و بمب و حمله بختیاری ها و قشون دولتی پارک را تصرف کرده، جمعی را در هنگام تصرف پارک می کشند. قریب 300 نفر را دستگیر می نمایند. ستارخان که خود شامل جنگ نبوده و در عمارت پارک نشسته، تیری به پایش می خورد و استخوان قلم پا را خرد می کند. ستارخان را با پای شکسته و باقرخان را سالم دستگیر نموده، به خانه سمسام و سلطنه بختیاری که نزدیک پارک واقع است می برند و آنجا مشغول معالجه پای ستارخان می شوند. شب پیش از واقعه که تا یک اندازه مسلم شده از جنگ خواهد شد، عبدالحسین خان سردار موهی که یکی از مؤسسین این فتنه است، از شهر خارج شده در سفارت ییلاقی دولت عثمانی در شمیران متحصن می شود. زرقام السلطنه بختیاری از تهران خارج شده در کهریزک دو فرسخی تهران اقامت می کند. پس از وقوع این جنگ، اگرچه کابینه جدید قوت گرفته، سردار اسعد مخصوصاً خود را کامروا تصور می کند، ولی تنفر عمومی از این کابینه و سردار اسعد حاصل می شود و بی اندازه خاطر عامه منزجر می گردد، خاصه که فرمانده این جنگ یفرم خان ارمنی است و ارامنه مجاهدین او هم شامل این جنگ هستند. مردم نمی‌خواهند ببینند ستارخان با آن مقامی که در ملت دارد اینطور گرفتار و شکسته پا شده باشد و در این جنگ جمعی از جوانان وطن از دو طرف کشته می‌شوند، چون وزیر جنگ بی تجربه جوانان تازه داخل نظام شده از خودش بی تجربه تر را شامل جنگ می‌کند و خیلی کشته می‌شوند. پس از این واقعه سپهدار می‌بیند در تهران بر ضد دولت حاضر نمی‌تواند کاری بکند، این است که در خارج به عملیات مخالفت کارانه شروع می‌نماید و چون در مازندران و تنکابان نفوذ شخصی دارد، قوانین آن طرف را بر ضد دولت برمی‌انگیزاند و حسین کاشانی که به دولت یاغی شده در کاشان به شرارت خود می‌افزاید. از یک طرف دولت اردو به مازندران می‌فرستد و از طرفی سوار بختیاری در کاشان برای دفع حسین کاشانی جمع می شود. اردوی دولت که به مازندران می رود در تحت ریاست امیر اعظم است که کفایت انجام این خدمت را ندارد و پس از کشته شدن جمعی از دو طرف و خسارت بسیار که به مردم بیچاره می رسد، اردوی دولت شکست خورده به تهران بر می گردد. شکست خوردن اردو در مازندران و موفق نشدن بختیاری های محاصره کننده کاشان به گرفتن حسین یاغی و فرار کردن او و بروز اغتشاش در جنوب و شمال و سایر حدود مملکت که عمده به تحریکات مرکز می شود و نفرت فوق‌العاده عوام از بختیاری ها و ارامنه و اسباب داخلی و خارجی دیگر، سردار اسعد را مجبور می کند با سپهدار مجدداً طرح الفت بریزد. این است که اشخاصی را برانگیخته اسباب این کار را فراهم می کنند و به واسطه الفت مزبور فتنه مازندران آرام می گیرد و در هر جا که اغتشاشات مصنوعی بوده خاموش می شود و این احوال دوام می کند تا ماه رمضان 1328 که
در 17 آن عضدالملک نایب السلطنه وفات می کند. عضدالملک اگرچه شخص محترمی بود، ولی بیخبری او از اوضاع روزگار و بیحالی که داشت در جلوگیری از فتنه انگیزی ها در مدت نیابت سلطنتش از او کاری ساخته نشد. پس از فوت عضدالملک در انتخاب نایب السلطنه اختلاف می شود. انقلابیون و بختیاری ها متمایل به نیابت سلطنت مستوفی الممالک هستند و اعتدالیون به ضمیمه افکار عمومی متوجه میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک. اکثریت مجلس هم موافق افکار عمومی رأی می دهد و ناصرالملک به نیابت سلطنت منتخب می گردد و از اروپا به ایران دعوت می شود. ولی چون ناصرالملک مرد احتیاطکاری است و از انقلابیون هم اطمینان ندارد، در رد و قبول نیابت سلطنت مدتی تردید می کند و درخواست می کند که عقیده اقلیت را هم درباره خود بداند و بالاخره مجلس اقلیت را هم وادار می کند تلگراف احضار ناصرالملک را امضا نماید و بعد از چند ماه معطلی و فشار بسیار که از اطراف بر او وارد می گردد ناچار از آمدن به ایران می شود. کابینه مستوفی الممالک از طرف انقلابیون تشکیل شده و در ورود ناصرالملک استعفا می دهد. ولی ناصرالملک نپذیرفته می گوید تا کابینه دیگر تشکیل نشود شما باید بر سر کار بوده باشید، اما آنها دوری کرده و اعتنا نمی کنند. ناصرالملک اول کاری که می کند این است که به مجلس فشار می آورد اکثریت خود را معلوم نماید، زیرا تا آن روز اکثریت ثابتی در مجلس نبود و به این سبب نمایندگان انقلابیون با اقلیت که داشتند کار اکثریت می کردند. ناصرالملک کتبن و قولن و حضورن و غیابن آنقدر جد می کند تا معلوم می شود اقلیت چند نفرند و می کوشد تا حسن ائتلافی ما بین اعتدالیون مجلس و نمایندگان اتفاق و ترقی حاصل می شود و اکثریت با هیئت ائتلاف شده است. محمد ولی خان سپهسالار را نامزد رئیس الوزرایی می نمایند. معلوم است این انتخاب مخالف رأی انقلابیون است، ولیکن آنها به ظاهر سکوت می کنند و در مقابل اقدامات قانونی ناصرالملک ضدیت نمی نمایند. میرزا صادق خان مستشار الدوله و میرزا اسماعیل خان ممتاز الدوله از وکلای اعتدالی نامزد وزارت شده در کابینه سپهدار وزیر می گردند. ورود ناصرالملک و نصایح او به عموم طبقات و تجاوز ننمودن او از حدودی که قانون اساسی برای او معین نموده است، سکونت و آرامی می بخشد و انقلابی که دیده می شده و اغلب به تحریکات اجانب بوده است به آرامش مبدل می شود. به علاوه قشون روس که مدتی در قزوین مانده به روسیه مراجعت می کند و سفرای اجانب از طرف دولتهای خود به ناصرالملک اطمینان مساعدت می دهند. چه نارضایی آنها به ظاهر مستند به حکومت انقلابی ایران بوده، حالا که حکومت اعتدالی روی کار آمده و ناصرالملک شخص تحصیل کرده زمامدار مملکت است، روی مساعدت نشان می دهند. به علاوه به واسطه ملاقات امپراتور روس با ویلهلم امپراتور آلمان در پوتسدام که در دایره مثلث اتحاد روس و انگلیس و فرانسه رخنه‌ای حاصل می‌شود، روابط ایران با خارجه‌ها عموماً و با روس و انگلیس خصوصاً از حالت اضطرابی که داشت بیرون می‌آید تا عاقبتش چه باشد. و از جمله وقایع مهم که قبل از ورود ناصرالملک به چند روز واقع می‌شود، قتل ناگهانی مرتضی قلی خان سنی‌الدوله وزیر مالیه است. در جلد اول و دوم کتاب من، خوانندگان شرح حال سنی‌الدوله را خواندند. سنی‌الدوله از رجال عالم با رأی و فکر ایران شمرده می شود و در اینکه قتل این وزیر دانشمند به دست دو نفر گرجی تبعی روس از قتل‌های سیاسی است، جای تردید نیست. ولی آیا محرک این قتل تنها خارجیان هستند و یا در داخل هم محرکی داشته و اگر داشته از کدام فرقه بوده است؟ هنوز معلوم نیست، بلکه بعد از این از پرده استتار درآید. به هر حال کشته شدن سنی‌الدوله از ضایعات بزرگ ایران محسوب است و سنی‌الدوله در میدان مبارزه سیاسی و خدمتگزاری به وطن از اصلاح مالیه
و تأسیس راه آهن و غیره کشته شده و به حقیقت شهید راه وطن است و به شرح شهادت او در آتیه اشاره خواهد شد. در این ایام جنایت‌های متعدد از تبعی روس بروز می‌کند و جانی‌ها پس از اقدام به جنایت در سفارت روس و قنسولخانه‌ها متحسن می‌شوند، چنان که عباس خان تبعی روس در اصفهان در اتاق حکومت قصد جان شکرالله خان معتمد خاقان حکمران اصفهان را نموده چند تیر به او می‌اندازد و او را مجروح می‌نماید و روس‌ها از او حمایت کرده او را به روسیه می‌برند. قتله سنیع‌الدوله گرفتار می شوند و در تحت استنطاق در می آیند و چون نگارنده می خواهد ریشه های مطالب را به خوانندگان بنمایاند به شاخ و برگ ها نمی پردازد و آنها را به تواریخ مفصل ایران محول می نماید. در صفحه 142 تصویری از سنیع‌الدوله نشان داده شده است. فقط این نشته را می نویسم و می گذرم. نیابت سلطنت ناصرالملک و ریاست سپهدار و روی کار آمدن کابینه او که همه اعتدالی هستند و روابط آنها با روحانیون و عناصر کهنه پرست تا یک اندازه به مستبدین و به اشراف مملکت امیدواری می‌دهد که در قوه